میر مصطفی عالی نسب، کارآفرین و صنعتگر ایرانی، سال 1298 خورشیدی در خانواده اصالتاً تبریزی در کاظمین متولد شد. در 18 سالگی برای گذراندن دوره‌های حسابداری به تهران رفت. کمی بعد به مدیریت حسابداری شرکت اتفاق که در کار واردات لوازم چینی بود مشغول شد. اما از آنجا که دغدغه تولید ملی داشت، به عضویت شورای مشاوران اقتصادی دولت مصدق درآمد و با تأسیس صنایع نفت و گازسوز عالی نسب، اولین سماور و چراغ خوراکپزی نفتی داخلی را جایگزین سماور زغالی کرد. عالی نسب چنان شیفته کار بود که یک بار وقتی در مسیر تبریز تهران راه بسته و مجبور به اقامت چند روزه در شهر میانه شد، برای اینکه بیکار نباشد داوطلبانه به نظافت یکی از مساجد شهر پرداخت. سال 1350 وقتی جنگنده‌ای به کارخانه کارتونسازیش برخورد کرد، زمانی که فهمید حادثه مجروحی نداشته، نفس راحتی کشید و گفت عیب ندارد، مال دنیا بسیار کثیف است. او پس از انقلاب با عهده گرفتن مسئولیت‌های مشورتی اقتصادی و بدون هیچ چشم داشتی مانع از تعطیلی برخی از کارخانه‌های مهم کشور شد. هر زمان در مسائل اقتصادی اختلاف آرا پیش می‌آمد، امام می‌فرمود نظر عالی نسب چیست؟ همان را اجرا کنید. عالی نسب سالهای پایانی عمرش را به فعالیت‌های خیریه مانند ساخت مدارس روستایی و بیمارستان پرداخت. این صنعتگر خستگی ناپذیر در هفتم تیر سال 1384 درگذشت.